آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرد، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات یابیم که ایمان بیاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات بسوزد. میگه افراد فقیر قادر نیستن فقیران را کمک کنن. تا حالا به این موضوع فکر کرده بودیم؟ فقیر یه مثالی هم ما داریم، نه؟ میگه که کوری عصاکش کور دیگر، چطور میتونه یک کور به یک کور دیگه کمک بکنه؟ در این رابطه هم همینطوره، افراد فقیر قادر نیستن فقیران را کمک کنن. خب اگه من فقیرم از نظر روحانی، اگر از نظر جسمانی فقیرم، چطوری میتونم به دیگری کمک کنم؟ مشکل مذهب در همینه که افرادی که مذهبیون هستن، افرادی که میخوان دیگران رو کمک کنن در امور روحانی و مذهبی و شریعتی، خودشون احتیاج دارن، خودشون فقیر هستن. پس افراد فقیر قادر نیستن دیگران رو، فقیران رو کمک کنن. آنهایی که پایین هستن، اونایی که لو هستن، زمینی هستن، نمیتونن افرادی که پایین هستن رو بالا ببرن. نه؟ دو نفر که تو چاه باشن کدومشون میتونه که کمک کنه؟ بعد اینکه در بالا باشه که بتونه رو بالا ببره. خداوند دنبال همچه انسانهایی میگرده. تنها انسانهایی که شاد هستن میتونن دیگران رو خوشحال کنن. اگه من شاد نباشم، شادی در وجودم نباشه، چطوری میتونم دیگران رو شاد بکنم؟ احتیاج داریم شادی واقعی داشته باشیم. فقط مردمانی که انسانهایی که مثبت هستن میتونن انسانهای دیگر رو مثبت بکنن. هیچ به این موضوع فکر کردید؟ شخصی که فقیره همیشه فقیره دیگه، چطوری میتونه، ببخشید، منفیه دیگه، همیشه منفیه، چطوری میتونه به شخص دیگه چیز مثبتی رو تولید بکنه، عطا بکنه؟ افرادی که مثبت هستن میتونن انسانهای دیگر رو مثبت کنن. یک چیزی هست که فکر کنم دو سه هفته پیش همینو گفتم، میخوام دوباره اینو بگم، و اونه که شما نقطه شروع خدا هستید. میتونید برگردید به نفر بگید این موضوع رو، به بغل دستیتون بگید، بگید تو نقطه شروع خدا هستید. اجازه بدید که من اینا رو زب بکنم. شما نقطه شروع خدا هستید. میدونستید ما معمولا منتظریم که دست غیب، منتظریم کمک از بیرون بیاد. مثلا فرض کنید الان یه چیزی بین ایرانی ها خیلی موده، تو ایران نشستن میگن کاش که آمریکا حمله بکنه ما آزاد بشیم. منتظرن از بیرون یه چیزی بشه، منتظرن اگه مشکل زناشویی تو خونه وجود داره یه دست غیبی بیاد یه کاری صورت بگیره. در حالی که نقطه شروع خود ما هستیم. اگر در کلیسا قرار تحولی صورت بگیره، نقطه شروع من هستم، شما هستید. قرار نیست از بیرون. شما وقتی به انقلاب‌های روحانی نگاه میکنید در طول تاریخ 2000 ساله کلیسا، شما میبینید که همیشه یک نهضت روحانی، انقلاب روحانی، بیداری روحانی از یک فردی شروع شده. یک فردی در حضور خدا زانو زده، گفته تشنه‌ام ای خداوندا، کمکم کن، به دادم برس. و خداوند اون فرد رو لمس کرده. مثل اشعیا، الان خوندیم قبل از کلام، اشعیا در باب 6 رفته در حضور خدا، به عبارتی به عنوان نبی خودش رو مسئول میدونه. چی کار باید بکنم حالا که عزیا پادشاه مرده؟ چه قدمی باید بردارم؟ خداوند بهش نشون میده که شروع از خود تو است. اون موقع است که میگه مرد ناپاک لبی هستم، خداوند رو به داد من برس، منو کمک بکن. پس ما نقطه شروع خدا هستیم. افرادی که میتونن سرنوشت یک جامعه رو عوض بکنن، افرادی که میتونن تاریخ خودشون رو عوض بکنن. شما برید نگاه بکنید زندگی مردان بزرگی که در تاریخ مسیحیت بودن، اونا کسایی بودن که نقطه شروع خدا بودن. در تاریخ خود کشور ما وجود داشته افرادی مثل استر ملکه ایران، مثل دانیال، مثل کوروش، اینا نقطه شروع بودن. شما نگاه کنید، اگر استر نمی استاد در حضور خدا و جسارت نمی کرد به حضور پادشاه بره، همه یهودی از بین رفته بودن. اگر دانیال نمی استاد و در حضور خدا دعا نمی کرد، میگه پنجره رو باز می کرد، مرتب دعا می کرد به سوی اورشلیم، خداوند چطوری میتونست عمل بکنه؟ و همینطور کوروش کبیر و دیگران. پس ما میتونیم نقطه شروع خدا باشیم. بزرگترین موفقیت در زندگی ما اینه که شخص مثبت و عالی که خدا آفریده باشیم. من راجع به یک چیز مثبت صحبت نمی کنم که روانشناسا میگن، راجع به چیز مثبت صحبت نمی کنم که میگن آقا فکر مثبت داشته باش. نه، چیزی که خدا آفریده. خدا هرگز چیز منفی نیافریده، هرگز، هیچ وقت.
اگر افراد در طول تاریخ بودن که به جای رسیدن که افراد منفی شدن، افرادی شدن که مضر بودن برای اجتماع خودشون، به خاطر این نبود که خدا اونا رو اینجوری آفریده، اونها اینطور تصمیم گرفتن که باشن. خدا ما را مثبت و عالی آفریده. آیا ما اینو میتونیم درک بکنیم، میتونیم اینو بپذیریم؟ این به ما بستگی داره. خدا نمیاد یه کاری بکنه بنگ یه دفعه بگه واو فکر من عوض شد، صبح پاشدم عوض شدم. نه، این به ما بستگی داره. و وقتی که ما کلام خدا رو میخونیم، در کلام خدا تفکر میکنیم، تفقد میکنیم، شبانه روز مدیتیت میکنیم، اون موقع است که ما تبدیل میشیم به افراد مثبت. وقتی که ما ارزش خودمون رو به عنوان آفرینش خدا کشف میکنیم که نماینده او هستیم، زندگی ما یک هدف تازه میگیره. میدونید چقدر شده ما بعد از ایمانمون به مسیح یه دفعه سرنوشت تفکرمون عوض شده نسبت به دنیای خودمون، یک هدف پیدا کردیم. پولس میگه، میگه من ترجیح میدم که برم پیش مسیح چون اونجا میدونه چه خبره، ولی میگه به خاطر شما ترجیح میدم بمونم. یک هدفی داره، یک هدفی داره. یوحنا وقتی صحبت میکنه راجع به یک هدفی صحبت میکنه، میگه من با پدر و پسرش عیسی مسیح مشارکت دارم. یک هدفی والا، یک هدفی که ورای چیزی که مردم تو دنیا دارن، دلیلی برای بودن، دلیلی برای زندگی کردن. اون موقع است که ما ناگهان متوجه میشیم و اینجوری میتونیم صحبت کنیم که من برای موفقیت آفریده شدم، من برای شکست آفریده نشدم، من برای موفقیت آفریده شدم، من برای آفریده نشدم تا احساس شرم بکنم و یا تنها باشم. خدا ما رو برای تنهایی و برای شرم و حقارت و خجالت نیافریده. زمانی که آدم و حوا از خداوند ناتوانی کردن و عصیان کردن، اون موقع بود که شرم بر اونها آمد. ولی خدا به اون چشم نگاه نمیکنه، خدا دنبال اون گم شده میگرده. آدم کجایی؟ حوا کجایی؟ ای گوسفند گم شده تو کجایی؟ من شبان نیکو هستم که اومدم دنبال تو. خدا ما رو برای شرم نیافریده. خدا و من میتونیم با هم قدم بزنیم و موفق بشیم. میتونیم دنیای خودمون رو دیگرگون کنیم. هیچ میدونستید؟ ما قدرت داریم که دنیای خودمون رو دیگرگون کنیم. میتونیم تبدیلش کنیم. زندگی خودمون رو عوض کنیم، اجتماع خودمون رو عوض کنیم، کشور خودمون رو عوض بکنیم. به محض اینکه روز تازه شروع میشه در مسیح، میتونیم به آینه نگاه بکنیم و دیگه یک هیچ کس رو نبینیم که تنها رد شده و یا اینکه دست دوم لو کلاس هستش، سکند کلاس هستش، بلکه کسی رو ببینیم که خدا آفریده. واو، دنیا عوض میشه. آفرینش خدا رو در جسم انسانی میبینیم. عیسی مسیح در واقع یکی از کارهایی که کرد این بود که نشون داد که میتونه انسان مثل خدا زندگی بکنه، چون خدا انسان رو به شباهت خودش آفریده. به ما یک الگو گذاشت که تو میتونی خدایی زندگی بکنی، میتونی خدای مجسم شده در جسم باشی، مسیح کوچولو باشی. بعضی میگن ما که لیاقت نداریم، که نمیدونم آیا واقعا ما انقدر ارزش داریم که خداوند دعای ما رو بشنوه. زمانی شخص اینجوری صحبت میکنه کلام خدا رو نخونده، چون کلام خدا رو بخونی میفهمی که ارزش داری، چرا که مسیح گفت اگه دو نفر از شما با هم متحد بشن چیزی رو در زمین ببندن در آسمان بسته میشه، در زمین باز کنن در آسمان باز میشه. عیسی مسیح این قدرت رو به ما عطا کرده. میتونیم اینجوری دعا بکنیم وقتی از خواب پا میشه، میگیم خداوند صبح بخیر، من عمل دست تو رو در خودم میبینم، به طور عجیب آفریده شدم تا همکار تو باشم. این آیات کلام خداست. در مزمور میگه، میگه به صورتی عجیب آفریده شدم. داوود میگه و بعد پولس میگه ما همکاران مسیح هستیم، همکاران خدا هستیم. خدایا تو امروز رو در من به طور عالی نشان داده میشوی. یک چیز جدید در من اتفاق میفته. چه کار عالی و مفیدی من و تو میتونیم با هم انجام بدیم. میدونید دعای ما، صحبت ما عوض میشه. به جای اینکه صبح پاشیم و بعد بگن دوباره از زنده چپ پاشدی، دوباره کج خلق هستی، نه، میتونه این چیزها از ما بیاد. برای اینکه با هدف موفق بشیم و بهترین ها رو در زندگی خودمون کسب کنیم، خیلی مهمه که ارزش خودمون رو تشخیص بدیم. اون خیلی مهمه. وقتی شخص ارزش خودش رو در خودم بدونه، دیگه خودش رو با مواد مخدر، با سیگار، با الکل، با چیزای جنسی، با این چیزا خودش رو مشغول نمیکنه، چون میدونه خیلی ارزشش بالاتر از این هستش که بخواد این چیزها زندگی او رو از بین ببره، چون میفهمه برای ارزشی بالا آفریده شده. مشکل آدمهایی که امروزه در دنیا در گناه غرق هستن به نوعهای مختلف، ما میبینیم و میشنویم که چطور آمار منفی در زندگی مردم وجود داره، علل خصوص در بین ایرانی ها، اینه که ارزش خودش رو نمیدونن. مذهب کاری که میکنه انسان رو به بی ارزشی میکشونه، به جایی میرسیم که من به درد نمیخورم، ببین نتونستم خوبی بکنم،
ببین نتونستم مقدس زندگی کنم، پس من پوچم، پس من زندگیم به درد نمیخوره. اما عیسی مسیح میاد و میگه تو از مذهب آزاد میشی، از گناه آزاد میشی، چون تو ارزش داری. من میخوام از تو جلال پیدا بکنم. اون چیزیه که خدا برای ما میخواد. پس خیلی مهمه که گنج خودمون رو کشف بکنیم، ببینیم چه گنج عظیمی در ما وجود داره. دیدید در خلقت انسان این چیزی که این روزا انسان‌ها هی پشت سر هم دارن اختراع میکنن، کشف میکنن، یه چیزی آدم میبینه مغزش سود میکشه. من در این جیب خودم یک مموری استیک دارم، اینقدر، یکی از خواهرها به من هدیه داده، اینقدر، این 4 گیگ، یعنی اندازه همین کامپیوتر جا میگیره. یه زمانی بود یه کامپیوتر اندازه یه اتاق جا میشد، ولی حالا همه چی رفته تو این. من میگم اگه انسان، دیروز رفته بودیم یه جایی تا اینکه بعد بریم کلیسا همینجوری قدم میزدیم، دیدم پنکای اومده که پره نداره، یک چیز گردیه و باد میده. یه زمانی بود که میترسیدم بچه دستشو بزنه تو پره، گفتم واو. البته دیده بودم سالا پیش توی عکسشو، ولی حالا دیگه به فروش گذاشتم، معرض فروش. اگه انسان سقوط کرده که هنوز گنج خودشو کشف نکرد، نفهمیده چقدر عظیمه، چه چیزی، چه نیروی درش وجود داره، این گونه اختراعات میکنه، اگر ارزش خودشو در خدا هم بفهمه چه اتفاق میفته. من میتونم وزنه‌ای رو بزنم که قهرمان جهان بشم. من میتونم کاری بکنم، شرکتی، اداره تولید بکنم که ده ها نفر نان بخورن از اونجا، چون ارزش خودش رو فهمیده. ما مثل کولومبوس میشیم، کاشف آمریکا، که دنیای جدید خودمون رو کشف میکنیم و با هم خیره میشیم. واو. نمیدونم کولومبوس وقتی وارد آمریکا شد چه احساسی داشت، وقتی این جزیره ها رو دید، وقتی که این همه برکت رو توی این مملکت دیدش. گاهی وقتا ما هم همینطور هستیم، وقتی گنج درون خودمون، اون سرزمین گم شده خودمون رو پیدا میکنیم، اون موقع است که زندگی ما عوض میشه. گنج های با ارزشی در ما هست که هنوز باید اونا رو بازشون کنیم و پرورششون بدیم. هللویا. خداوند ما رو به طور عجیبی آفریده. پس اگر تا به امروز ما به چشم حقیرانه به خودمون نگاه میکردیم، کلا سرمون رفته، چون خدا ما رو حقیر نیافریده. فقط مثل که یک شیشه مات سیاهی جلوی حقیقت قرار گرفته که ما نتونستیم بفهمیم کی هستیم در خداوند. اما عیسی مسیح اومد تا این رو به ما عطا بکنه، به ما نشون بده که چقدر ما با ارزش هستیم. در لوقا باب 15 که هفته گذشته اشاره کردم، مسیح وقتی راجع به 3 تا مثال صحبت میکنه و در اون 3 تا مثال هر کدومش راجع به یک چیز گم شده صحبت میکنه که شخصی اون رو گم کرده و رفته گشته تا اون رو پیدا کنه، زیرا که اون موضوع و اون چیز خیلی با ارزش هستش. هللویا. عیسی مسیح به من و شما میگه ما با ارزش هستیم. میتونی بگی من با ارزش هستم؟ هللویا. آنها شما را به سوی کامیابی، شادی، سلامتی و اینکه در واقع در خداوند میتونید از خیلی چیزهای مفید بهره ببرید، شما را آشنا خواهند کرد. تفکر کردن ما مثل جریان برقی که میتونه اون رو به دست بیاره، تحت کنترل در بیاره و کانالی برای توسعه خودتون و دیگران میشه. هللویا. ما به جایی میرسیم که میبینیم واو، قدرتی در من هست، من میتونم این قدرت رو در دست داشته باشم، ازش استفاده کنم، خودم برکت بگیرم و اطرافیانم برکت بگیرم. چقدر عالیه وقتی یک شخصی در فیسبوک به من میگه، در تلویزیون میگه، در کلیسا به من میگه، میگه برادر اون چیزی که تو گفتی، اون دعایی که تو کردی، زندگی من عوض شد. اون موقع من احساس میکنم واو، چه چیز عالی خداوند در من قرار داده، چه چیز عالی در ما قرار داده که ما میتونیم زندگی دیگران رو هم عوض بکنیم. اما اول از من شروع میشه، اول نقطه شروع من هستم. اگر از من شروع نشه چی کار میتونم بکنم؟ بسیاری هستن از مردم که خیلی چیزها رو انجام میدن، ولی بالواقع خودشون در درون خودشون اون کاستی رو دارن، اون کمی رو دارن، اون چیز رو، خلع رو در خودشون دارن که نمیتونن خودشون لذت ببرن. اما وقتی که شخص اون خلع خودش رو با خداوند پر میکنه، اون موقع میتونه برای دیگران نیز مفید باشه. قوی ترین مفهوم اینه که شما میتونید خدا را در درون خودتون نگاه دارید. زندگی ما همون نفس خدا میشه که خدا ما رو آفریده. ما در واقع همکاران خدا هستیم. خداوند میخواد از ما جلال پیدا بکنه. میتونیم اینجور دعا بکنیم، بگیم خداوند من در قلب خودم رو باز میکنم، قلب گوشم رو به سوی دیگران باز میکنم، هیچ وقت دوباره نمیتونم تنها باشم، من دیگه نمیخوام اون فرد تنها باشم، من با تعلیم دادن یاد میگیرم، من با هدیه دادن به دست میارم، من با کاشتن درو میکنم، من با دادن دریافت میکنم. اون موقع فکر تو عوض میشه، اون موقع دیگه همه چیز رو در درون خودت نگه نمیداری. من ایمانداری هستم که همه چیز در درون خودم هستش، من لذتی برم و خدای خودم لذتی بره. نه، اون موقع میخوای به دیگران بدی. اون موقع مثل پتروس در اعمال رسولان میگه ما نمیتونیم ساکت بشیم، نمیتونیم خاموش بشیم، باید به دیگران بگیم، باید
دیگران بدونن که ما کی هستیم. در واقع این جملات رو گوش بکنید، میتونید سرلوحه زندگی خودتون قرار بدیم. این جملات میتونه در واقع طرز تفکری برای شما باشه که در واقع خدایی هست، ارزشی باشه که خدا در درون شما قرار داده و میتونید اون رو برای دیگران استفاده کنید. میتونیم بگیم من نجات یافتم تا دیگران رو نجات بدم. ما نجات نیافتیم که فقط در خودمون یه کلوب کلیسای سفیران مسیحی فارسی زبان داشته باشیم، میگیم چقدر جالبه ما با هم پاتلاک داریم، با هم جلسه دعا داریم، با هم کلیسا جمع میشیم و خداوند رو جلال میدیم و کلام رو میشنویم. اون موقع مدیون میدونیم خودمون رو به دیگران تا اینکه نجات خداوند رو به دیگران نیز بگیم. ما برافراشته میشیم تا دیگران رو برافرازیم. ما برکت پیدا میکنیم تا دیگران رو برکت بدیم. این همیشه تو فکر من بوده که الناتان یک روزی کسی برای تو دعا کرد، یک کسی زانو زد، یک کسی روزه گرفت تا اینکه یک فرد مسلمان زاده با عیسی مسیح آشنا بشه، یک کسی هدیه داد، یک کسی جانشو داد، وقتشو داد، انرژیشو داد تا اینکه تو با مسیح آشنا بشی و حالا نوبت تو است. ما فقط به خداوند هدیه نمیدیم تا بگیم اوکی از سر خودم رد کردم، تموم شد رفت، حالا من ده یکم دادم، هدیه‌ام دادم. نه، ما داریم یک چیزی رو میکاریم، برکتی رو واسه دیگری انجام میدیم، برکتی رو میکاریم در زندگی کسی که او میتونه در واقع جامعه خودش و زندگی خودش رو نیز دگرگون شده ببینه. ما برکت یافتیم تا دیگران رو برکت بدیم. کتاب مقدس در کتاب غلاطیان فصل 6 آیه 7 میگه هر آنچه را که بکارید همون رو درا میکنید. این یک سره، این یک قانونه که خداوند عطا کرده، هر آنچه را بکاریم همون رو درا میکنیم. اگر ما نیکی بکاریم نیکو درا میکنیم، اگر بدی بکاریم بدی بر سر ما میاد. اگر ما چیزی رو بکاریم که قلب خدا از اون خوشنود میشه، اون موقع کسی دیگری چیزی در زندگی ما میکاره که ما خوشنود میشیم. وقتی شما میکارید درو میکنید، وقتی محبت و مهربانی رو میکارید اون موقع است که محبت و مهربانی رو درو میکنید. وقتی که در واقع داوری میکنیم و محکومیت رو میکاریم اون موقع به وسیله مردم داوری و محکوم میشه. یکی پیدا میشه بالاخره ما رو محکوم میکنه، یکی پیدا میشه ما رو داوری میکنه. این یک قانونی هستش که در دنیا وجود داره. اگر ما رحیم باشیم رحمت رو درو خواهیم کرد. متا باب 7 آیه 5 اینو میگه، اگر ما رحیم باشیم هم رو درو خواهیم کرد. همون بذری که در دیگران میکاریم همان زندگی که برای خودمون درو میکنیم. هللویا. عیسی مسیح چه کاشت؟ در اشعیا باب 53 700 سال قبل از که مسیح به دنیا بیاد کلام خدا میگه او ثمره مشقت خود را خواهد دید. مسیح روی صلیب جان خود را داد تا اینکه ما را به دست بیاره. اگه او جان خود را نمیداد ما را به دست نمی آورد، ما نجات پیدا نمی کردیم. یادتون میاد مثالی که مسیح گفت اگر دانه‌ای در زمین نمیره ثمر نمیده، میوه نمیده. او مرد تا ما نجات پیدا کنیم، او مرد تا ما حیات پیدا کنیم، او مرد تا او آمد به دنیای ما تا ما به دنیای او بریم. و اگر ما میخوایم پیرو مسیح باشیم، شاگردان مسیح باشیم، همینطور باید عمل بکنیم. باید بدهیم، باید بکاریم تا اینکه درو بکنیم آنچه را که مد نظر خداوند است. این اصله. هر کسی که این رو متوجه میشه زندگیش عوض میشه و سرافراز میشه. این سیستم ارزشی خدا هست. یک چیزی که همه انسان ها باید یاد بگیره، علل خصوص ایماندارا، که سیستم ارزشی خدا چی هست. دنیای ما برای خودش سیستمی داره. اگر شما کت شلوار پوشید، کراوات بزنید، یه مهمونی برید، شما شخص متشخصی هستید، بفهمید بالا بشینید. اگر شما ژولیده پولیده برید، شما کسی هستید که بعد اون پایین بشین. یک سیستمی داره، غلط یا درست، در دنیای ما وجود داره. وقتی میخوای رانندگی بکنی، باید این کمربند ببندی. اگر میخوای نمیدونم سالم برسی به خونه، باید مواظب خودت باشی. یک سیستم ارزشی داره. اما سیستم ارزشی خدا چی هست؟ در کلام او برای ما آشکاره. سیستم ارزشی خدا اینا هستن: احتیاج رو بیابید و آن را برآورده کنید. این قلب عیسی مسیح است. شما انجیل عیسی مسیح رو که میخونید با اون چیزهای شریعت گونه‌ای که در مذاهب مختلف مثل اسلام و یهودیت و حتی مذهب مسیحیت وجود داره کاملا متفاوته. کلام خدا به ما نشون میده که باید به عنوان یک فرزند خدا اگر میخوایم با سیستم ارزشی خدا بریم، با دید خدا عمل بکنیم، باید احتیاج رو پیدا بکنیم و برآورده کنیم. حالا میتونه یک تلفن باشه. این میتونه یک سلام باشه. این میتونه یه I love you گفتن باشه در اون لحظه زندگی شخص، ولی باید این احتیاج رو در حضور خدا پیدا بکنیم، دل شکسته ای رو پیدا بکنیم، بیابیم و شفاش بدیم. کم نیستن در اطراف ما دل شکسته هستن، نه؟ وقتی با مردم صحبت میکنیم، هفته گذشته نازنین جون دعوت شده تو برنامه خانوما تو شبکه محبت و راجع به ابیوز شدن صحبت کرده بودن که چقدر هستن که در واقع از بچگی یا در اجتماع خودشون ابیوز شدن. چقدر مردم تماس گرفتن،
بسیاری هستن ابیوز شدن، بچه‌هایی که پدرشون ابیوزشون کرده، همسرایی که شوهرشون یا زنشون ابیوزشون کرده، بعضی وقتا هم زنا میزنن مردا رو، ابیوز شدن در اجتماع خودشون، ابیوز شدن. خیلی امروزه در جامعه ایرانی کم نیستن که ابیوز شدن. کی اونها رو میخواد شفا بده؟ آیا روانشناسا؟ آیا مدیتیشن؟ آیا یوگا؟ آیا هیپنوتیزم؟ چطوری مردم میتونن شفا پیدا بکنن؟ مگر غیر از اینه که مسیح گفت من اومدم تا شکست دلان رو شفا ببخشم؟ و این کار من و شماست. اگر سیستم ارزشی خدا رو بدونیم، ما همینطوری رفتار میکنیم، همین گونه با مردم برخورد خواهیم کرد. خواسته رو بیابید و اون رو انجام بدید، مشکلی رو پیدا بکنید و اون رو حل کنید. چطوری من میتونم یه مشکلی رو حل بکنم؟ البته با تحت اراده خدا و طبق هدایت خدا.